اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. امشب همراه با ترانه شرقی دروازه های تاریکی را در پشت سر نهادم. آنجا در ملتقای عشق و سفر، در رودخانه‌ای که نگاهت تا بی نهایتش دنبال می کند، آن پیر پیر عاشق کشکول کهنه را انداخته به دست، در کوچه ها گدایی دل می کنه. امشب من میهمان گمشدهش هستم. از شهرهای دور می آیم، از کوچه های فارس. او خانه مرا می داند. او آسمان آبی شهرم را در خواب دیده است. او با حافظ و سنایی و خاجو از جمله دوستان قدیمی است. با آنکه تازگی ها سر در حریم مولانا کرده است، هر شب به بانگ نی می خواند آوای مولوی را در شهر مثنوی. امشب میزبان خسته در سفره بلیغ کلامش ما را به میهمانی دل خوانده. برخوان قصیده را، این سینه های عاشق، این چشم های صادق انگار سال هاست در انتظار رویت گریه است. برخوان قصیده را، از رودکی بگو، از جوی مولیانش. آیا هنوز هم در جستجوی پیر بر چنگ میزند؟ آیا هنوز هم آواز زخمیش در کوچه های فرغانه دوشیزگان شرق خراسان را بر بام میکشد؟ برخوان قصیده، انگار سالهاست مسعود سعد را از یاد برده ای. انگار سالهاست دل ناگران آن به سفر رفته نیستی. شاید در کوچه های هله گذر دارد، شاید در مسجد قدیمی فستاد تدریس می کند. آیا دوباره می آید؟ آیا دوباره خواهد خواند از کشوری که خیلی پلنگانش ول کرده اند خوی پلنگی را؟ سر کن ترانه در شور یا حجاز، بگذار شور ما با زنگ کاروان رنگ سفر بگیرد، رنگ بپا شدن. امشب باید که تا سپید زند این رودخانه را، تا نقطه یگانگی آفتاب و آب بشکافیم با دست یا عصا. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 18 ماه اپریل، 29 فروردین ماه. فروردین هم تموم شد. به شما سلام میکنم. قبل از برنامه امروز با عزیزی صحبت کردم که در دل من جایگاه والایی داره. یکی از عزیزترین انسان‌ها تو عمرم بوده و هست،
عمرش دراز باد، اسخر واقعی شاعر نازنین و عزیز. داشتیم با هم صحبت میکردیم در رابطه با محمد صالحی آرام، دوست عزیز مشترکی که رفت و من خبردار نشدم و بعد فهمیدم. او این که تو برنامه گفتم، ولی بعد اسخر برام گفت که دو روز پیش از درگذشتش رفته بوده رومانی بچه هاشو ببینه و اونجا و اسخر زنگ میزنه و همونطور اون طبع شوخ و نازنین و داستان زین دوچرخه و تمام اینا رو باز برای اسخر یادآوری میکنه. چه انسانی بود محمد صالحی آرام، درود بهش میفرستم، به روح و روان و نامش و فرزندانش افتخار کنه، به پدری که آزاده بود و آزاده ماند، یک معلم و یک روزنامه نگار و یک طنز نویس و یک ظریف نویس که بسیار انسان آزاده بود. و امیدوارم سنگینی غمش برای اسقرم سبکتر بشه وقتی یاد او رو میکنه. محمد جان صالحی آرام بدرود. چقدرم خواست برمیگشیم و میدیدم. امروز روز بزرگ ارتش ایران. رژیم جهل و جور و فساد دشمنیش با ارتش که از 22 بهمن اوج گرفت تا امروز ادامه داد، برای سپاه میلیاردی خرج میکنن. دلم سوخت. مقاله بابک تقوایی رو که خوندم، بهترین تحلیلگر نظامی و امنیتی که تا به حال داشتیم، بابک بی نظیره. بابک درجه‌ای که تمام نوشته‌هاش رو میخونم و هضم میکنم، فوق‌العاده از کارش بی نظیر. در حال داشتم میخوندم اشاره کرد که امسال در روز ارتش 4 هواپیما فقط نیروی هوایی تونستی به آسمان بفرسته. 4 هواپیما. خب میدونیم شهیاد برگزار میشد، بعد به خاطر اون حادثه سقوط هواپیما بردنش قبر خمینی، اینم توهین بود به ارتش. و من ناراحت میشم وقتی بعضی از این فرماندهان ارتش رو میبینم که بنز آیت الله ریش گذاشتن. چرا؟ وقتی اینا باید بیان در کنار رئیسی، آدم 6 کلاسه، بله 5 تا هواپیما هست، گفتن اینا کوسره. نه، اینا F5. و بابک عزیز قشنگ داستانش رو شرح داده، شماره ردیفش رو گذاشته تمامو. و اینا توهین به ارتش میکنن. شما رژه های سپاه رو نگاه کنین، چه بادی میدمن، موشکای 85 رنگ میارن، ولی هنوزم این ارتش 20 برابر سپاه قدرت داره، به خاطر اینکه یه چیز داره سپاه نداره. سپاه مأموریتش حفظ سیدعلی آقاست، حفظ رژیم جهل و جور و فساده. ارتش مأموریتش حفظ خاک ایرانه، حفظ حدود ایرانه، نگذارد به سرزمین، به خانه پدری تجاوز بشه. این تفاوت ارتش با سپاه. سپاه دولا پهنا میگیره، البته کادرشونه نمیگم، این بدبختایی که تو شهرک شهید معلاتی سال یه بارم گوشت نمیخورن. مرگ بر اسرائیل، الموت لاسرائیل. که چی حالا گفتی مرگ بر اسرائیل؟ رئیس ستادش داره نقشه حمله به شما رو طراحی میکنه. اون وقت رئیسی واقعا جوک این مردک. خامنه ای چه عاقبت به خیریه برای خودش کرد و برای ملت ایران چه توهینی که سید ابراهیم قاتل رو برد کرد رئیس جمهوری. ای کاش قاتلی بود، حرف بلد بود بزنه. امروز اومده اسرائیل بترسه، ما اگر اسرائیل کاری بخواد بکنه پدرش رو هیچ غلطی نمیتونی بود، کمو که تا امروز نکرد. تا امروز اسرائیل هر بار خواسته تو سرتون زده. شما رفتی یه تاجر عراقی رو توی اربیل خونش رو زدی، موشک زدی توی حیات در دست ساختن کنسولگری آمریکا. اصلا کنسولگری آمریکا الان یه جای دیگه است تو اربیل. اون وقت رفتی موشک انداختین کف بیابون زدیم، آقا پایگاه اسرائیل رو خورد کردیم. امروز دولت عراق رسما اعلام کرد الحدث و
بیانیه‌اش رو خوند. گفتگو با وکلای عراقی، هیئت کارشناسی که رفتن در اربیل، نه تنها نشانه ای از اسرائیل در اونجا نیست، هیچ وقت هم نبود، هیچ وقت هم نبود، نه پایگاه دارن، نه مرکز جاسوسی، نه موساد. اینا همه خیالات اوهام این بدبختایی مثل سلامی است، مثل رئیسی است، این بیچاره هایی که واقعا اگر عدالت رعایت میشد، آیا سلامی غیر از یک خرچی بهش مقام دیگری میدادن؟ واقعا من میگم از خودتون بپرسید، این سلامی رو نگاه کنید، این فرمانده کل سپاه پاسداره، ولی هنوزم ارتش وقتی میگی وقتی صالحی بود یا موسوی، هر کدومشون هنوز اون ابهت یک ارتشی رو دارن، مثل اینا نیستن. برای همین به بعضیشون، به پورشاسپ اون وقتا میگفتم آقا این هر ریش برای چی گوشتی؟ حالا گفتن ماشینی بزن، خب بزن سیاره شیکش بکن، حداقل اگه مجبوری ریش بگذاری. سیاری هم هستی که بیم چقدر شیک و مرتب میاد. این چیه تو گذاشتی؟ مثل سعدی حسنی بکنیش. واقعا آدم افسوس میخوره که ارتش ما رو اینا مرتب دارن تحقیر میکنن. یه نکته رو بهتون بگم، اشاره به اربیل کردم. رئیس دولت منطقه خود مختار حکمزادی رفت به ترکیه، چقدر بهش بی احترامی. و این اردوغان نادان همون روزم هم به کردستان عراق حمله کرد به اسم اینکه پکک رو داریم میزنیم. پکک 3 سال عملیات نظامی علیه ترکیه انجام نداد، 3 سال. و امروز رفت اردوغان قلدور که هنوز هم لابد کردار رو ترکای بیابانی میدونه، رفت و حمله کرد بهشون. 9 نفر هم است که کشته شده، 11 زن. اون توهین هم به آقای نیچیروان کرد. آقا آدم به این چی بگه؟ یا مسعود قبلا هم این کار رو کرده. آقای رجب طیب اردوغان سلطان عثمانی ترکیه، نقشه های اسلامی کردنش خورد به دیوار، خورد به دیوار. 1,000,000 دلار ببری ترک بشینم شد 250,000 دلار. پول ترکیه هم که اونجوری با سر افتاد پایین سقوط کرد. نوکراش هم اینجا پرن، میرن خبر میدن بهش. در تلویزیون ایران فردا علیه شما حرف زدن، به من خبر دادن، گفتن یکی از دوستان من در جم به من خبر داد که آقا پرونده برای درست کرد. خب ابنت درست کن، برای من اهمیت، برای من وطنم مهم، وطنم که چجوری در دست رژیم جهل و جور و فساد به جای رسیده که حالا موشک میزنن به بیابون و میگن پایگاه اسرائیل بوده. امروز هم روز ارتش، افسرده شدم. این ارتش دلاوری که در برابر عراق اونجور ایستاد، شاهو میگفتن آقا برای چه اسلحه میخره، برای چی؟ اگه اون اسلحه نبود شما به صدام میگفتید دایی جان، یادتون باشه دایی جان میگفتید. و از زبان خودتون بگم، از زبان خودتون بگم که غلطهایی که کردی چه ضرری به ایران زده. خانه احزاب، یک روحانی شیخ جوان اومده اونجا داره سخنرانی میکنه تو وزارت کشور، به حرفاش گوش بده. ما منافع کشور ما در 43 سال انقلاب به خاطر رابطه با امریکا به خطر افتاد. دانشجویانی که دانسته یا ندانسته کشور ما رو بحران زده کردن و با گرفتن سفارت قانونی امریکا در ایران ما رو به یک چالش بزرگی کشاندن که متاسفانه چپی های اون زمان که بعد اصلاح طلبان امروزی دوستانمون شدن
خب اون حرکت غیر منطقی و غیر انسانی رو شک دادم و سفارت قانونی یک کشور رو تسخیر کردم و به کارهای افرادگونه و تندروی های خودشون در طول انقلاب ادامه دادن و همه ضربه ها رو از اول انقلاب تا به بعد همون چپی های سنتی و کمونیست ها و توده ای ها و کسانی که کشور رو در مسیر بدی قرار دادن اتفاق افتاد. ما سفارت یک کشور رو تسخیر کردیم. 43 سال این دوستان برادران اصلاح طلب و اصولگرا ما را در مسیری قرار دادن که امروز مردم ما در تنگنا و گرفتاری و فقر و فلاکت قرار گرفتن. امروز تنفروشی، کارتونخوابی، غربخوابی، پشتبانخوابی ثمره 43 سال زحمات این دو جریانی است که شما مشاهده میکنید و این دو جریان برای نابودی ایران تا توانستن کار کردن. اینا ثمره این دولت‌های بی منطق و بی عقلی که کشور رو به اینجا کشوندن. من معتقدم با توجه به صحبت‌های مختلف، حتی به خیلی از این بزرگان بارها گفتیم، مذاکره مستقیم با امریکاست. ما معتقدیم تنها راه نجات و منافع ملی کشور ما ارتباط مستقیم با امریکاست. امریکا چی کار کرده با ما؟ بدتر از چین و روسیه کرده؟ ما را کردید مستعمره چین و روسیه؟ کشور ما را فروختید به یه مشت روسی و چینی؟ ما اگر با امریکا ارتباط برقرار میکردیم به والله وضعمون بهتر از این بود. مگر ما با امریکا مشکلمون چیه؟ امریکا معتقد به دموکراسی در کشور هاست و ما هم به دنبال دموکراسی و جمهوریت نظام از اول انقلاب تا الان اون تز ما بوده، منافع ملی. آشیخ همه حرفات دو، اما اشاره میکنی دولت‌ها. دولت‌ها کیه؟ اون خمینی بود که مهر تایید گذاشت برای گروگانگیری. سید علی خامنه‌ای که مرگ بر آمریکا رو کرده شعار اصلی جمهوری ملت فقیه. سال‌ها من از اولم میگفتم آمریکا دشمن ما نبود، دشمن رژیمم نبود. خودشون روی کار آورده بودنش، چرا دشمنش باشن؟ ولی روسیه، شوروی اون زمان از طریق دانشجویان احمق خط روسیه سفارت رو گرفتن. حالا آقای اسقرزاده میلیاردر شده و عشق میکنه زندگیشو. یه دور تو انجمن شهر رفت، ماشاءالله چی به جیب زد. حالا مجلس خود خانمش کنار، آلندلونشون که حالا پیرمرد شد، آلندلون خودکشی کرد. کاش ایرام میخواست خودکشی، میخواد خودکشی بکنه، خودشو از شر جسم بیمار نجات بده و اونایی که عقل بیمار دارن چه میکنه. به هر رو آقای شیخونو حرف درست بود. درودم بر تو که تو لانه زنبور تو وزارت کشوری حرف زد. امروز زبانها باز شده سید علی آقا، جبروتی نداری، ریش جنابالی دیگه کسی رو نمی ترسونه، زیر ماسکم که پنهان میکنی جوک میشه. نیسانی عزیزم بیاید، یک جوک زده بود، بیوت یک کارتون کشته بود، اصلا درجه یک تو گویا بود. ببینید آخونده با طلبه ها با دیدن عکس هنرپیشه ها خلاصه دوچار اعوجاج روحی میشن. برید ببینید عجب کاریکاتوری کشیده یا کارتون، فرق نمی کنه. به هر رو
این حکایت استقلال، آزادی و جمهوری ولایت فقیه. حالا آن کس که طاغوتش خوانده، طاغوت بله، پهلوی ها پدر ایران رو در آورد، پهلوی ها ایران رو ساختن، ایران بدون پهلوی ها بدتر از افغانستان. یا می‌خواستن شاهزاده قاجار می‌خواستن درستش کنن که اقامت در هتل‌های مونترو و ژنو رو ترجیح میداد شاهشون، احمد الاف اسمش رو گذاشته بودن، گندمش رو احتکار کرد تو سال قحطی، تو سال دمپختکی. حالا این محمد رضا شاه، ببینید به خانم باربارا والترز و مصاحبه داریم، گوش بدید ببینید چه میگه. We don't make false promises in the elections, at least. What we say to our people is exactly what we can give them. Your Majesty, in our newspapers now, in our country, there is a great deal of comment and there are reports today about our CIA aiding friendly nations, giving them money. Does the CIA play any part in this country today? Sure. What? Gathering information. We don't mind. Do they in any case give this country money? Money for what? Because if we don't give you money, you are not going to give us money. We are giving you a lot of money in buying your goods. As you know, I have been across the Gulf that you call Persian and they call Arabian. Why do you call it Gulf? You have been to school, haven't you? Yes. What was the name that you have read during your school days? Persian Gulf. All right. That's... واقعا آدم وقتی این تصویرها رو میبینه، این حرفا رو میشنوه، میگه چرا اون زمان کور و کر بودم، نمیدیدم و نمیشنیدم؟ به خاطر که دستگاه تبلیغاتی دست توده‌ای بود. همین که آقای عاشق میگه همونا بودن که تمام دستگاه ما تو روزنامه اطلاع دو سه تاشون داشت، یکیشون خیلی توده‌ای بود، خیلی توده‌ای بود، جیغ و داد، بعدم تو سندیکا مسلط شده بودن، سندیکای روزنامه نگارا. این آقا بعدن اسمش جزء فهرست حقوق بگیران ساواک در اومد که از زور ناراحتی و خجالت خودکشی خواست میکنه، تیغ زد بده، منتها خبر داد که نجاتش بده. تبلیغات دست اونا بود. سردبیر مهمترین روزنامه مملکت از نظر دولت و آدمایی که توش جمع شده بودن، خیلی هاشون قبلا توده‌ای بودن یا تمایلات توده‌ای داشتن، کوچیک میکردن. اینا یه درخت تو شابدر از این میذارن، بوق و کرنا و چه کردیم و چه عظمتی و پیشرفتای عجیب امامانه در کشور، این مزخرفات مرتب چپ و راست میگن، ولی اونجا که باید گفته میشد گفته نمیشد. خیلی بدجور بود. من الان نگاه میکنم چه اقداماتی اون زمان شده بوده، سدهایی که اینا ساختن که آب رو شور کردن و گلالود، و سدهایی که اون وقت ساختن، سد دز رو ببینید که هنوز این اهرام ثلاثه مصر پابرجاست، سد کرج لطیان، سد کرج که آب تهران تأمین میشه. واقعا متاسفم. بریم حالا داخل کشور، رژیم ارتش رو بریم، اعتراض بازنشستگان رو ببینیم، تأمین اجتماعی و شعارهای مهمشون. بازنشسته به پاخی برای رفع تبدیل، بازنشسته به پاخی برای رفع تبدیل، بازنشسته به پاخی، سفره ما خالیه، جیب اونا خالیه، سفره ما خالیه، جیب اونا خالیه، سفره ما خالیه، جیب اونا خالیه. شش کلاسه دروغگو، حاصل وعده ها کو، شش کلاسه دروغگو، حاصل وعده ها کو، شش کلاسه دروغگو، حاصل وعده ها کو، شش کلاسه دروغگو،
حاصل وعده هاتو شیش کلاسه دروخو حالا خیلی جالب برای من یه حرف مهرعلی زاده زد چقدر به جا و اینجور ماندگار شد. حرف ها اینجوریه، اگه به موقع به جا گفته بشه ماندگار میشه، اینجور میمونه تو گوش مردم، تو دل مردم. حالا مافیای آب رو هم کمتر شنیده بودیم، اما نازنینان بختیاری تو چهارمحال فریاد سر دادن. مرد بر خائنی عزیزان، از امروز به بعد منتظر هیچ کس نمی نشینیم و خودمان در میدان طرح‌های مافیا را به خاک خون می کشیم. وای اگر دست به برنو شویم، وای اگر دست به برنو شویم. این بختیاریه، این فرزندان و برادران شاپو، خواهران شاپور بختیاره. بختیاری های عزیزم، بارها براتون گفتم سردار اسعد شما در انقلاب مشروطه چه کرد، بارها گفتم محمد ولی خان سپهدار از شمال ایران چه کرد، یفرم خان ارمنی چه کرد، ستار خان و باقر خان و علی موسی و حیدر خان از آذربایجان چه کردن، بچه های جنوب چه کردن، بچه های بلوچستان، خراسان چه کرد. ما همه منتظره بختیاری ها جلو بیفتن. سید علی آقا عجب سالی داری امسال، عجب سالی داری، فقط بترس. ای کاش قوه در را کرد اونقدر بود که سرنوشت قذافی و صدام رو برای خودت رقم نمیزدی، یک ذره درک داشتی، این صداها رو میشنیدی، دزدا رو جمع کردی. حالا حسن نصرالله باید از تو تعریف بکنه. امید میر سیافی رو کشتی به خاطر اینکه برات نامه داد آقای خامنه ای منم مثل بچه های غزه دوست داشته باش، منم مثل بچه های فلسطین دوست داشته باش، من بچه ایرانم. کشت میشه. این رفتاری است که اینا دا با کارمندان ما دارن، با کشاورزان ما دارن و با معلمان. اون سو تو خلیج فارس یه کشور خیلی کوچولو هست، بحره، یه زمانی هم جز خاک ما بود، 180-90 سال، 200 سال پیش انگلیس ها گرفتن و بعدم شاه با درایت 3 جزیره استراتژیک رو گرفت، ابو موسی و تنب کوچک و بزرگ که نماد سیطره ما بر خلیج همیشه فارسه و همینطور دریای عمان و بحرین در یک همه پرسی به استقلال رسید. حالا در این امارت کوچک که جمهوری جهل و جور و فساد از روز اول آقایان مدرسی ها میخواستن بحرینم بکنن، بدبخت مفلوک مثل ایران جمهوری ولایت فقیه بحرین. نوکرم داشتن، نوکرهای فراوونم داشتن و شیخ شعله و شیخ چرند و شیخ ملند و سلمان و غیره، اینا هم نوکره ولایت فقیه بودن، بمب و اسلحه بودن تو بحرین، میخواستن بحرین رو به هم بزنن. اما در این دولت کوچولو کرج ما 5 برابره 4 برابرش، من تمام بحرین رو 3.5 ساعت تمامش رو گشتم. در این امارت کوچولو سفیرش در آمریکا در سازمان یک بانوی یهودیه، یه بانوی یهودی.
روز دعای بهائیان ایرانی و بحرین. پادشاه بحرین در دعاشون شرکت میکنه. یاد شاه عباس افتادم و مجلسی که با ارمنی ها داشت در جلفا و پس گردن حجت الاسلام آخوندش هم گفته و برده بود شرابم بهش داده بود. گفتون من مگه ولی امرت نیستم بخور. داد بهش کن. ماه رمضان 21 این کار شاه عباس بود. که چندین خارجی که از جمله ونیزی ها که در ایران بودن اینو با عظمت نوشتن که عجب پادشاه مرشد نایب امام زمان اینجور دلاوره. حالا در این امارت شیعه و سنی نداره. معاون رئیس ستاد کل شیعه است مثل کوه. فرمانده نیرو زمینی شیعه است. وزرای شیعه تو کابی اتاق بازرگانی نیمیشون شیعه هست. رادیو تلویزیون دوستانی دارم خودم اونجا هست همی شیعه هست. حالا این چیکار میکنن؟ یک معلم بزرگ که در بحرین انتخابش کردن، شاگردان رأی دادن. این معلم یه روز پشت ماشینش نشسته بازنشستم داره میشه که بره سر کارش. در تکریم او ببینی چه کردن که عشق منو در آوردن. و اینها با معلم های ما چه میکنن؟ با اونایی که من نزدشون یاد گرفتم، با اونایی که ماها رو آموزش دادن، شما جوانا رو آموزش دادن. حالا ببینید تو بحرین با یه معلم بازنشسته چه میکنن؟ دعينا ضيف اليوم لتجربة قيادة سيارة وما كان على علم باللي ينتظره. كل السيارات تتحرك. يلا شباب سكر الشارع. امامک بطل، توجه کن در برابر یک قهرمانه. الحین دخلو شاش. تبديل الإعلان. دراي الشباب. معلم های ما رو میگن همیدن تو زندان. معلم های ما باید برن به زندان و با یک معلم بحرینی اینجور رفتار میکنن. معلم نمونه کفو، تو برجسته ای، تو قادری، تو اهلیت داری. چه بگم من؟ چه بگم درباره؟ یک به علی آقا گفتم یکی از تنها کاری که شاید
مجاهدین در عمرشون انجام دادن، اونم البته اونا نبودن، همت محمد شمس بوده، این بود که مرضی بانو رو تکریم کردن و براش کنسرت‌های در شأن خودش گذاشتن با ارکسترای بزرگ. مرضیه تکرار ناشدنی. سراج خواننده عزیز و بزرگ و دوست داشتنی من، ببینید در تلویزیون جمهوری ولایت فقیه چه میگوید قبل از این که به ساحت مرضیه بانوی بزرگ بره. بگم مرضیه یا نگم مرضیه؟ مرضیه خیلی کارهای خیلی خوبی نگید بتونیم زد ناچارم بگم خب. مرضیه نمیشه اصلا فراموشش کنی در موسیقی ایرانی. ببخشید گفت درود بر تو سراج عزیز، اعتبار و ارزش خودتو بالا و بالاتر بود. حالا بریم به مرضیه بانو سلام کن. درود به روان مرضیه جان و درود به محمد شمس با این رهبری بسیار زیبا. سپیده قلیان رو که میشناسی، بانوی زندانی و مبارز و آزاده که حسرت یک آخ رو به دل سید علی آقا و دار و دستش. حالا گزارش از زندان بیرون داده راجع به خانم حاج حسین، یک مختره ایرانی، یک بانو ایرانی که دو اختراع به ثبت داده و این بانوی ایرانی در زندان به جرم جاسوسی برای اسرائیل اونجا نگرش داشته، حکم اعدام دادن، بعد اعدام رو تبدیل کردن به 10 سال زندان. شگفتی آوره به 10 سال زندان. این بانوی نازنین برنده رتبه دوم ابتکار در جشن‌های بین‌المللی خوارزمی. ایران اینترنشنال مفصل هم مصاحبه کرده هم گذاشته، اونجا خیلی جالبه که این خانم حسینی دو اختراع داره، کالیت‌های الیافدار که در صنایع نظامی هم کاربرد داره، به هر حال در مجامع بین‌المللی می‌رفته جای دیگه. بعد انقدر بهش پول نمیدادن که این تشکیلات 40 تا کارمندش رو اداره کنه، شروع میکنه بازاریابی در زمینهای پزشکی نه نظامی، فرانسه میره. بعد هتلش رو، آخه شما فکر کنید، هتلش رو عوض میکنه با برادرش بوده، پول ما به تفاوت میریزن به حسابش، پنهانکاری هم نمیکرد، دوزی هم نبوده، میگه بریم به حساب من حواله کردم از ایران، حساب ارزی داشت، گفته این پول از اسرائیل گرفت. اینقدر اینا احمق و نادانن. سید علی آقا جاسوسای اسرائیل کنار اتاق خوابتن. تو فکر میکنه آقای وحید حقانیان با اخویشون که در اینجا تن فروشی میکنه اینا مخلصن به تو، صادقن به تو؟ اخوی با اسرائیلی ها رابطه، اون عاشق یه پسر اسرائیلی شد بود تو ترکیه، روز و شب دست در گردن هم بودن، ایشون اطلاعات نمیده. اون وقت این بانوی نازنی که اسباب افتخار وطنمونه باید تو زندان باش اینجوری بکنی، شرم بر شما بود. این مقاومت، این چند صد ایرانی نامه به آقای جو حسن بایدن نوشتن، باعث حالا نتونه این توهین رو به ملت ایران بکنه که سپاه رو از فهرست تروریست بیاره. حالا فائزه هاشمی رفسنجان هرچی میخوان بگیرن، این شجاعت رو داره که میگه سپاه تروریسته چون پدرش رو کشتن. حداقل پدر کشته را کی بود آشتی؟ پدرش رو کشتن، چجوری بیاد و هیچی نگه، سکوت کنه؟ سلامی میدونی چرا فرمانده سپاه شد؟ وقتی جعفری رو خامنه ای ورداشت قرار نبود سلامی بیاد، سلامی به خاطر نقشش در کشتن رفسنجانی. فائزه اومد توی کلاب هاوس و این حرفا رو زد، بعد الحدث با من مصاحبه کرد. سوال اولشون این بود چجوری فائزه این حرف رو میزه؟ گفتم خیلی ساده، هم پدر کشته، برادراش هیچ، ولی این بانو یه تنه روزنامه زن رو در آورده موقع که حتی پدرش مخالف بود، امروز هم به خونخواهی پدرش بلند شده.
با آمریکا هم میگه آقای سپاه تروریسته. دیگه آقای جو حسن بایدن میتونه توجیه کنه جلو کنگره جلو بقیه؟ آقای سناتور دموکرات پول گرفته از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، از سپاه دفاع میکنه، شرم‌آوره. ولی بالاخره اونجا مندز هم هست، آدم های دیگه هم هستن که جلوشو میستن. بریم فایزر اول گوش بدیم. روز به روز داره فعالیت های سپاه هم از لحاظ حوزه کاری هم از لحاظ کمیتش گسترش بیشتری پیدا میکنه و برگشت به پادگان ها رو احتمالش رو ضعیفتر میکنه. بنابراین انگار تنها راه این مونده که سپاه واقعا برگرده به پادگان ها شاید همین تحریم ها باشه که سپاه اون تحریم ها باقی بمونه. و من خودم خیلی موافق نیستم سپاه بیرون بیاد، ضمن اینکه اتفاقات و شرایط فعلی که حالا این بحث سپاهه، جالبه که سپاه داره علنا نشون میده که موشک پراکنی هم کار خود ماست. یعنی همین موشکایی که به اربیل زده شد و سپاه رسما بیانیه داد، چون تا حالا این گفته نمیشد. تا حالا مثلا ما میدیدیم حوثی ها موشک میزنن یا مثلا از جاهای دیگه موشک زده میشه، حماسی ها موشک میزنن، ولی الان دیگه خود سپاه اومده رسما موشک میزنه و اعلام میکنه کار ماست. یعنی خیلی رو دیگه داره تمام اون خطاها و تمام اون چیزهایی که به ضرر کشوری داره انجام میشه توسط سپاه. آقای جو بایدن اینا رو نمیدونه؟ آقای جو بایدن نمیدونه سپاه بمب برد تو سعودی، تو خبر گذاشت 19 تا آمریکایی رو کشت، سفارتش رو تو بیروت مقر تفنگداراش رو زد، 3500 آمریکایی رو تو عراق با بمبای کنار جاده کشت، گروگانگیری یادش رفته، ربودن شهروندان آمریکایی و باج گرفتن، قتل ویلیام باکلی رو زیر شکنجه یادش رفت. نه اینا رو همه رو آقای جو بایدن خونده، پرونده رو بهش میده. منتها گفت دریغ از یک ذره غیرت و شهامت. آمریکایی‌ها چه خطایی کردن با انتخاب ایشون؟ دوستی به من گفت عیدا نکن، تو که همه رو داری به خود بد میکنی، پوتین، بایدن، نمیدونم جانسون، هر کی تو میبینی. گفتم آقا جان من وظیفم اینه، من اگر میخوام صدای ملتم باشم، حرف بزنم راجع ملتم، باید اینا رو بگم. من باید خیانت کارتر رو بگم، باید جو بایدن رو بگم که به ملت بزرگ و نجیب افغانستان چه کرد. خیلی جالب بود چند روز پیش این آقا میری که خب معرفه حضورتون هست تو پرونده شد، حرفایی زد که ما چند ساله داریم، شما شاهدید، چند ساله من این حرفا رو راجب عرب ها میزنم، راجب افغان ها میزنم، راجب نجات پرستی خودمون میزنم. چه عجب یکی دوزاریش افتاد. حالا بعد اونجا نوشته تنها ایرانی که حرف حق میزنه. این تنها ایرانیه؟ 50 سال من دارم اینا رو میگم، 50 سال. از اون مقاله بزرگی تو اطلاعات نوشتم که درباره کودتای ترکی و اون گفتگوم و غیره، تا امروز راجع به افغان ها همینو گفتم، راجع به عرب ها همینو گفتم که آقا ما چند میلیون عرب تو ایران داریم، چطور بهشون توهین میکنیم؟ اینا عرب زبانن. نخیر، اینا عربن، ریشه دارن، با قبایلی در آن سوی مرز پیوند دارن، پیوند هزار ساله. با شاپور زولکتاف شونه هاشون رو سوراخ کرد، چون زولکتاف. پس عرب ها بخشی از ایران بودن. گوش بدیم با آقا میری. که به عرب ها فوش میدادیم از بچگی، شعر واسه ما میخوندن، روم نمیشه شعراشون رو بگم. با اینکه کشور ما عرب داریم خودمون در جنوبمون، عربن، واقعا نژادشون هم عربه، چرا به یارو فوش میدیم؟ ولی فوش میدیم به افغانی ها، فوش میدیم، فوش، اصلا افغانی فوش بود توی ایران، هنوزم هست، هنوزم بهشون ظلم میشه. ما اینقدر خودخواهیم. زنه ایرانیه، شوهرش افغانی بوده، آقا عشق کرده با یه افغانی ازدواج کنه، به تو چه آخه؟ عشق کرده با یه عراقی، با یک لبنانی، با یک عربی، هر کجایی، عربستانی، چه میدونم کویتی، اماراتی، ازدواج کنه. کی گفته من چون ایرانی ام نباید عاشق یک مرد مثلا عراقی بشم، یا یه مرد افغانی بشم، یا یه مرد چه میدونم اماراتی بشم، یا یه مرد کویتی بشم؟ چرا نباید عاشق بشم؟ عشق مگه چیز داره؟ بخشنامه داره؟ ازدواج کردن با هم دیگه، بچه دار شدن. ما به بچه‌ها اینا 20 سال بقیه اربابات و
اهالی ولایت فقیه هم به این قضیه گوش بدن. حالا تو این حرف رو من برای چی زدی؟ قصد این داری نامزد بشی از جنوب؟ نمیدونم، اینا همشون بازی. اما آقای رمضانزاده از زندانی هایی بوده، جوانی که یا آبان گرفتنش، حالا شکنجه، آزار، اذیت، اومده بیرون و برای ما میگه یه زندانی سیاسی بعد از اینکه بیرون میاد چه مصائبی داره. انگار حکم ابد زندانی رو براش نوشتن. نگاه، من رضا رمضانزاده از بازداشت شدگان عام 98 هستم و میخواستم در خصوص مشکلات زندانیان سیاسی که بعد از آزاد شدن از زندان براشون اتفاق میفته صحبت کنم. قشر دانشجو وقتی از زندان آزاد میشه، مدارک تحصیل اونها عزل میشه و از ادامه تحصیل اونها جلوگیری میشه و همچنین کارگرهای شریف جامعه بعد از اینکه از زندان آزاد میشن با مشکلات اقتصادی بیکاری مواجه میشن و به خاطر داشتن سوء پیشینه هیچ ارگانی حاضر به همکاری با اونها نیست و افرادی که مدارک تحصیلی بالا دارن بعد از اینکه از زندان آزاد میشن هیچ نهادی و هیچ اداره‌ای حاضر به استخدام اونها و همکاری با اونها نیست. و صحبتم با هموطنانمون اینه که اینها به خاطر مطالبه‌گری حق حقوق خودشون و هموطنانشون اتفاق براشون افتاده. بله، گفت یک آنکدوت دوستی برای من از قم فرستاده بود. خب حالا همش گفت یک اتوبوس رو در قم که همه سرنشینانش روحانی بودن اینو گرفته بودن، گفتن آقا اینا رو گرفتن و گروگان گرفتنشون و 3 میلیارد پول میخوان و الا آتیش میریزن روشون و میسوزوننشون. طرف حساب کرد پول بنزین و غیره و اینا رو که حساب کرد، گفت خب همون بنزین بریزن بهتره، راحت تر میشه. ولی کاری ندارم. دلی ببین سید علی آقا به کجا رسوندی. این روحانیتی با رضا دوستم داشتم صحبت میکرد، گفت ای رضا روحانیت دیگه جایی نداره، دیگه کسی آقای سیستانی تو عراق اعتبار و غیره ایده، اونم که در مورد ایران هیچی نمیگه. در مورد ایران که میشه ایشون دچار لکنت زبان میشه. خب امیدوارم یه روز راجع به وطنش هم صحبت بکنه، ولی به هر حال مقام خودشو به عنوان یه روحانی مثل پاپ، مثل بقیه نگردش. توی خونه کاگلی هم زندگی میکنه که رژیم تمام دوروبرشو خرید و میکروفون گذاشت. یه صحبت دیگه هم از یه زندانی داره، سعید ملک بود. اینم خوش بود، بازجو همیشه میخواد روی شما رو خراب کنه. به شما چندی مدت اجازه تماس تلفن ممکنه نده، ممکنه جایی برسه مثلا حتی ممکنه بازجویی کنم نکنه، ممکنه 2 هفته شما رو ول کنه تو صندوق انفرادی. یه بوده، این موارد خیلی بوده که شما اصلا به جایی میرسید که آرزو میکنید با یه نفر صحبت بکنید حتی اگه اون شخص خود بازجو باشه. میدونید یه مدت طولانی بازجو خودتون، آره، ارتباط شما رو با خیلی جا قطع میکنن، با همه جا قطع میکنن و شما فقط دلت میخواد با یکی حرف بزنید، درد دل کنید. بعد اون موقع بعد از 3-4 هفته شما رو میخوان تو بازجویی، زمان شما بازه. سعی کنید اینطوری نباشید، یعنی میدونید خودتون رو قوی نگه دارید. حالا یه سری استراتژی هست که شما میتونید خودتون رو قوی نگه دارید. اگه تو انفرادی، بله، حضورتون عرض کنم که خیلی امروز یه مطالب زیادی داشتم که باید جواب میدادم بهش، ولی حرف تاجزاده خیلی به دلم نشست. گوش بدید، خطاب به سید علی. اون 3 مشکل، اون 3 انسداد و این 3 گشایش رو بسیاری از نیروهای سیاسی در واقع قبول دارن، اما چرا حاکمیت و رهبر زیر بار اون نمیرن؟ به نظر من علت اساسیش اینه که میدانن با چنین گشایشی در عرصه سیاسی و فرهنگی و بین الملل دیگه حاکمیت نمیتونه به طور کامل در اختیار یک اقلیت خاص قرار بگیره و باید آقایون دست از تمامت خواهی و انحصار طلبی بردارن، دیگران رو به رسمیت بشناسن، به تبعیض‌ها خودی و غیر خودی پایان بدن و راه رو باز بکنن برای اینکه هر کی توان و شایستگی داره بتونه در جامعه و در حکومت منشأ اثر و خدمات بشه. به باور من رهبر 3 تا اشتباه بزرگ کرده و مادام که این اشتباه ها ادامه پیدا بکنه ما زیان های زیادی جامعه همون خواهد دید.
یکیش اینه که در حقیقت از نظر و خواست و رأی اکثریت ناامید شده و تکیه‌گاه خودش رو اقلیتی قرار داده که گاهی هم تو صحبتاشون مطرح میکنن. مردم رو ایشون اساسا الان دیگه فقط کسایی میدونه که در راهپیمایی 9 دی یا 22 بهمن شرکت میکنن و بقیه رو عملا نامردم میدونه و به جای تکیه به صورت عام بر نسل جوان و پرسشگر و کنجکاو و مستعد و دنیا دیده، عمدتا بر یک اقلیت کوچکی از جوانان تکیه میکنه به نام همون جوانانه. در واقع آقای تاج‌زاده بعدم میگه که تمام بدبختی اینه که تمام قدرت در دست یه نفره به نام سید علی و ایشون تصمیم میگیره رد میکنه یا قبول میکنه. تمام تصمیماتش هم اشتباهه و کشور رو توی 30 و اندی سال گذشته به این مصیبت و بدبختی انداخت. حالا قبقبشون میذاره بله ما اسرائیل بله. خیلی دو سه تا تیکمون فردا قول میدم براتون پخش کنم چون جالبه، دلم میخواد ببین. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشت. علیرضا نوری‌زاده تا فردا به اتفاق همکاران عزیزم علی عزیز و پومن و دیگر همکارانم تا دیدار بعدی در پناه پرورد. Thank you.